خب در خدمتتون هستم با بخش سوم لامدا اکسپرشن ها. توی دو تا بخش قبلی توضیحاتی راجع به کلیات لامدا ها دادیم، اما توی بخش سوم می‌خوایم با همدیگه 6 تا مورد دیگر رو بررسی بکنیم. یکی اینکه آیا میشه توی فانکشنال اینترفیس ها از خصوصیت جنریک ها استفاده کرد. اگر از جنریک ها آشنایی ندارید و نمیدونید چی هستن، میتونید از ویدیوهای قبلی همین کانال استفاده بکنید. و اینکه قسمت دومی که چه فانکشنال اینترفیس های آماده حاضری توی جاوا 8 وجود داره. بخش سوم متد ریفرنس ها چی هن؟ توی بخش چهارم صحبت میکنیم که توی بدنه لامدا ها از چه وریبل هایی، چه نوع و چه خصوصیاتی میتونیم استفاده بکنیم. و توی قسمت پنجم راجع به اینترسکشن تایپ ها صحبت میکنیم که توی جاوا 8 باز مجددن ظاهر شدن این خصوصیت. و توی بخش چهارم هم راجع به بک‌گراند JDK صحبت میکنیم و JVM در واقع، که وقتی که قراره که لامدا ها رو لود بکنه از چه استراتژی استفاده میکنه. توی بخش اول سوال نه، آیا میتونیم فانکشنال اینترفیس ها را جنریک تعریف کنیم؟ جواب بله است. و اینکه شما به این راحتی میتونید یک اینترفیس را یک تایپ پارامترایز تایپ واسش تعریف بکنید و ورودی ها و خروجی ها رو بر مبنای اون تعریف بکنید. اونجایی که قاعدتا میخواید ران کنید و در واقع بنویسید کدتون را، اگر از یه تایپ خاصی مد نظرتون باشه، با همون تایپ میتونید در واقع پارامترایزتون رو تعریف بکنید و پاس بدید به اون متدهایی که نیاز دارین یا ازشون استفاده بکنید. نکته اینه که من قبلا بهتون گفتم که توی لامده ها ما نمیتونیم پارامترهای ورودی لامدا رو در واقع به صورت جنریک تعریف کنیم، دقیقا همینطوره. اما راجع به خود تایپ اینترفیس ها صحبتی نکرده بودیم. در مورد تایپ اینترفیس ها امکان وجود داره. وقتی من اینجا اپندرم از جنس استرینگ تعریف بکنم، یعنی قطعا دو تا ورودیم هم از جنس استرینگ هست بر مبنای این تعریفی که اینجا داشته باشم. خب قاعدتا اگه اینجا دو تا تایپ تعریف بکنم و ازش توی اون متدم هم استفاده بکنم، با تعریفم هم بر طبق همون باشه. نمونه که اینجا میخوام بهتون نشون بدم همینه که الان اسلایدش رو بهتون نشون دادم. الان من اینجا یه اپندری دارم که یک تایپی میگیره، این دو تا تایپ رو با هم دیگه یه عملیاتی قرار است براشون انجام بشه که به عنوان ورودی گرفته میشن و یک خروجی هم واسش در نظر گرفته میشه. و میبینین که من اینجا وقتی خواستم ازش استفاده کنم، چون اپندرم و استرینگ تعریف کردم، قاعدتا لامدایی هم که نوشتم جفتشون از جنس استرینگ در واقع تشخیص داده شده و بعد میتونم به راحتی کالشون کنم. اگه فرض کنیم که یه دونه اینترفیس دیگه داریم به عنوان مثال فانکشن و بگیم که آقا من ورودی دارم و یک خروجی هم خواهم داشت، حالا اگه بخوام از این فانکشن استفاده بکنم، خب قاعدتا باید هر جفت تایپم رو مشخص کنم. مثلا بگم که به عنوان ورودی، چون اینجا تی از جنس دوتا ورودیمه استرینگ خواهد بود و خروجیم از جنس به طور مثال لانگ خواهد بود و اینجا اسمشه که بگذارم، دوتا ورودی قاعدتا از جنس استرینگ باز تشخیص داده میشه، ولی الان از من انتظار خروجی از جنس لانگ داره. مثلا اگه من اینجا بنویسم 12L، قاعدتا این اتفاق میفته. حالا من کار خاصی توی این عبارت نکردم، ولی از جنریک ها خیلی خوب میشه استفاده کرد و اصلا باید هم استفاده کرد، چون خیلی جاها شما به عنوان API نویس اگر نیاز داشتین فانکشنال اینترفیسی تعریف بکنید، باید قاعدتا یه سری تمهیداتی بچینید که بشه اون از اون API به صورت داینامیک استفاده کرد، نه اینکه فقط بگین یه فانکشن دارم که فقط و فقط استرینگ میگیره. ممکنه تو شرایط مختلف تایپ های مختلفی بخواین استفاده بکنید. اما در مورد متدها چی؟ اگه من یک متدی توی اینترفیسم داشته باشم که خودش برای خودش پارامترایز تایپ تعریف کرده باشه، میشه؟ یعنی فرض کنین اپندر اینجا پارامترایز تایپ ندارد ولی متدش جداگونه واسه خودش تعریف کرده، این امکان وجود نداره به این شکل استفاده کردن از متدهای جنریک.
اما اجازه بدید به بخش متد ریفرنس ها که رسیدیم یه مثالی من براتون میذارم که اونجا میگم که چطوری میشه به راحتی ازشون استفاده کرد و چه شرایطی دارد. اما بریم سراغ بحث بعدی، commonly used functional interface. مسئله سر اینه که ما مگه عملا چند نمونه کار میخوایم توی لامدا اکسپرشن انجام بدیم؟ آیا نیازه که هر سری خودمون بریم فانکشن‌های خاص خودمون رو تعریف بکنیم؟ مسئله سر اینه که خوشبختانه جاوا 8 یه سری در واقع اینترفیس های آماده برای ما تهیه کرده گذاشته و معمولا توی درصد خیلی زیادی از موارد همین اینترفیس ها کار ما رو راه میندازن. یعنی عملا شما نه به عنوان API نویس، نه به عنوان کسی که میخواین استفاده بکنید، نیازی نیست که برین برای خودتون فانکشنال اینترفیس جدیدی اختراع بکنید، مگر اینکه خب شرایط خاصی داشته باشه که خب امکانش هم هست. اما با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم اینا چه نوع در واقع چه کارهایی انجام میدن و چه نوع اینترفیس هایی هستن. اولین اینترفیس یا فانکشنال اینترفیس معروف فانکشنه. فانکشن از همونجور که از اسمش پیداست یه ورودی میگیره یه خروجی داره، یعنی همیشه یه متدی به نام اپلای داره، این همون متدیه که در واقع تک متد ابسترکتشه و همیشه یه ورودی داره و یه خروجی میگیره، خروجی پس میده. عملا همون در واقع همون تعریفیه که ما از فانکشن و توابع داریم دیگه. توابع یه کاری رو برای ما انجام میدن و یه خروجی بهمون میدن. اگه شما یه موقعی یه فانکشنی دارید که دو تا تایپ مجزا میگیره و یک خروجی میده، میتونید از بای فانکشن استفاده بکنید. تی و یو رو به عنوان ورودی میگیره و یعنی خروجی میده. خب قاعدتا اگه مثلا حالتی بود که سه تا ورودی میخواستین دیگه، اینجا با خودتون دست به کار بشین و اینترفیس خودتون رو تعریف بکنید. متد بعد، عذر میخوام، فانکشن بعدی پریدیکیت هست. پریدیکیت همیشه یک ورودی میگیره و همیشه بولیان پس میده، یعنی اصلا کارش برای اینه که شما بتونید یک شرطی را تست بکنید، یک کاری را انجام بدین که فقط و فقط خروجی ترو فالز داره. متد ابسترکتش تست هست. فانکشن در واقع فانکشنال اینترفیس بعدی بای پریدیکیت هست که همونطور که از اسمش هم مشخصه دو تا ورودی میگیره و یک بولین همیشه پس میده. یه موقعی هست که شما قرار نیست اصلا خروجی بدید، فقط قراره که توی بدن لامداتون یه کار خاصی رو انجام بدین و تمام. معمولا برای این موضوع میتونید از کانسیومر استفاده بکنید، مثل اینکه مثلا میخواین یک لیست یا توی حلقه ای فقط چاپ بگیرید، قرار نیست که اونو تبدیل کنید، مثلا اون را برش گردونید، نمیدونم مپش کنید و یک خروجی خاصی بخواین ازش بگیرید. فقط میخواین توی اون بدنه اون مقدار را بگیرید و ازش یه استفاده ببرید. میتونید از کانسیومر استفاده کنید و بای کانسیومر باز هم مجددن برای زمانی که دوتا ورودی دارید ولی هیچ خروجی ندارید. این در واقع بحث کانسیومر ها هم خیلی مورد استفاده قرار میگیرن توی خود API جاوا 8 هم که احتمالا به وفور خواهید دید. سپلایر برعکس کانسیومره. کانسیومر که یعنی اصلا در واقع مصرف کننده، سپلایر یعنی تولید کننده. یه جورایی سابلایر هیچ ورودی به متدتون نمیده ولی همیشه ازتون یک خروجی انتظار داره، یعنی اینکه باید حتما توی اون بدن لامداتون یک مقداری تولید بکنید، حالا بر اساس شرایطی که خودتون میدونید. اگه حالتی دارید که جنس ورودی شما با جنس خروجی شما یکسانه، مثلا استرینگ میگیره استرینگ پس میده، اون موقع میتونید از یونری اپریتور استفاده بکنید. و اگه خواستین دوتا ورودی از یک جنس و خروجی با همان جنس را داشته باشین، میتونید از باینری اپراتور استفاده بکنید. اینها فانکشنال اینترفیس هایی هم که فکر میکنم تا درصد خیلی زیادی کارتون رو توی API ها راه میندازن. عملا شما را از اینکه بخواین اینترفیس جدیدی تعریف بکنید
محسون میدارن به قولی. یه سری فانکشن در واقع اینترفیس فانکشن خودش باز یه سری فرزندهایی داره. اولا یه بار نگاهی بندازیم به حالا من اسم این فانکشنی که اینجا گذاشتم و مخصوصا نوشتم که ببینید که اونها هم از سیستم جنریک ها قاعدتا استفاده میکنن. من اگه برم داخل خود اینترفیس فانکشن که توی پکیج جاوا یوتیل فانکشن هست، میبینیم که در واقع یه متد تک متد ابسترکت داره که به نام اپلای هست و یک سری متد دیفالت هم داره که اتفاقا الان با راجبشون با همدیگه صحبت میکنیم. اما ببینیم که فرزندهای دیگه هم آیا داریم، مثلا در مورد فانکشن ها که شبیه به فانکشن عمل بکنن. یه دونه اینت فانکشن هم داریم، البته اکستنز از فانکشن نیست، اما در واقع همون عملگر یا همون در واقع متد ابسترکت شبیه به اون داره. مسئله سر این بوده که ما نمیتونیم در واقع از پریمیتیو دیتا تایپ ها توی جنریک ها استفاده بکنیم، یه قاعده جنریک هست. به خاطر همین اومدن و یک سری فانکشن دیگه ای هم شبیه فانکشن خودمون درست کردن که بتونیم برای پریمیتیو ها ازشون استفاده بکنیم. سه تا پریمیتیو اصلی اینت، لانگ و دابل که بقیه پریمیتیو ها هم تقریبا ساپورت میکنن و قابل کست هستن. مثلا اینت فانکشن، لانگ فانکشن و دابل فانکشن هر سه ورودی های از جنس اینت، لانگ و دابل میگیرن و خروجی مورد نظر شما را پس میدن. الان اگه بخوام به عنوان مثال براتون تست بنویسم، مگه یه دونه اینت فانکشن بنویسم و بگم ریترن تایپش استرینگ هست و باید قاعدتا این طوری کدام بنویسم که یعنی ورودی از جنس اینت هست و خروجی از جنس در واقع این استرینگ، مثلا بگیم که اینتجر دات تو، اشتباه نوشتم، اینتجر دات تو هگز استرینگ و ولیو رو بهش بدیم تا اون رو تبدیل کنه به یک رشته هگز. میبینید که به راحتی میشه از این موضوع استفاده کرد. اما سه تا فانکشن بعدی برعکسن، تو اینت فانکشن، تو لانگ فانکشن و تو دابل فانکشن. کارشونه که ورودی میگیرن و انتظار دارن که شما اون رو تبدیل به اینت، به لانگ و دابل کنید. به طور مثال من اینجا بنویسم تو دابل فانکشن. البته تو دابل بای فانکشن و غیره هم داریم که خب دیگه اگه بخوایم همه رو توضیح بدیم یه خورده طولانی میشه. اگه فرض بکنیم که ورودی ما از جنس اینتجر هست، حالا به طور مثال، یعنی که ورودی من از جنس اینتجری که اینجا نوشتم خواهد بود و این ولیو باید تبدیل بشه به دابل ولیو، یعنی که خروجیش همیشه تو دابل، تبدیلش میکنه به دابل. خب این از فانکشن‌های مختلفی که وجود داره و میتونین ازشون توی کد نویسیاتون استفاده بکنید. اگر برنامه نویسی هستین که دارین صرفا استفاده میکنید از در واقع API ها، یه جاهایی اصلا ممکنه شما ندونید حتی چه لامدایی به عنوان ورودی ها نوشته شده. گاهی اوقات شما فقط بر اساس اینکه آیدی تون چه ساجستشنی میده اونو راحت می نویسین، ولی اگه بخواید دقیق تر و با جزئیات بیشتری باشون آشنا بشین یا در آینده اگه بخواید API خودتون تولید بکنین، قطعا بهتره که با انواع این فانکشنال اینترفیس ها آشنا باشید که تا جایی که میشه ریوز کنید به جایی که به خودتون تجربه کنید. بریم سراغ خود فانکشن اینترفیس، اینترفیس فانکشن، و ببینیم چند تا متد دیفالت و استاتیک داره و هر کدوم چه خصوصیتی دارن و چه کاری میکنن. یه متدی داره به نام and then compose و یه متد استاتیک به نام identify. البته فکر کنم identity بود، فکر میکنم اسلایدم رو اشتباه درست کنم. and then کارش اینه که چند تا فانکشن رو پشت سر هم چین میکنه، زنجیر میکنه و از اول تا آخر اجرا میکنه. کمپوز هم همین شکل، ولی یه تفاوتی دارن که الان خدمتتون میگم. identity اگه بریم ببینیمش توی
فانکشن کاری که میکنه اینه که یه فانکشنی درست میکنه که همون ورودی هایی که شما بهش دادین رو به عنوان خروجی بهتون پس میده، یعنی اینکه عملا یک در واقع فانکشن خیلی معمولی میده که عملا کاری روی در واقع ورودی های شما انجام نمیده و همون رو به عنوان خروجی پس میده. این هم برای حالت هایی ممکنه تعریف شده باشه که بخواین توی در واقع متد های مختلف از این فانکشن استفاده بکنید، توی شرایط مختلف، تو ایف و الزای مختلف بتونید فانکشن هایی تعریف بکنید که یا هیچ تغییر روی موضوع نمیدن، ممکنه به هر حال توی جاهایی به درتون بخوره. مثلا اگه من اینجا بیام بنویسم فانکشن دات آیدنتیتی و اون را کست بکنم به یک فانکشنی که فانکشنی که دوتا استرینگ داره، ورودی و خروجیش، اگر من اینجا به این فانکشن متدی یک مقداری پاس بدم مثل جاوالند، میبینید که خروجیش هم دقیقا جاوالند پاس میگیره بدون هیچ تغییری. اما بریم سراغ اون دوتای دیگه، اون دوتا تقریبا جای بحث داره. and then فرض بگیرید که یه دونه فانکشنی دارید که ورودیش استرینگه و خروجیش اینتجر. اگر بعدش and then را کال بکنید و بگید که من یه فانکشن دیگه میخوام بنویسم که ورودیش اینتجره و خروجیش لانگ، یعنی عملا خروجی اولین فانکشن میشه ورودی دومین فانکشن، پس در نهایت فانکشن نهایی که بهتون پس میده یک فانکشنی که ورودیش استرینگه و خروجیش لانگه، یعنی عملا این دوتا رو پشت سر هم برنامه اجرا میکنه، اول فانکشن اولی اجرا میکنه، خروجیش رو میده به ورودی فانکشن بعدی و خروجی نهایی میشه فانکشن نهاییتون. خیلی جاها ممکنه از این موضوع بخواین شما استفاده بکنید. مثلا من اگه بخوام یه مثالی بنویسم، فرض میگیریم که همین مثالی که زدم، یه فانکشن داریم ورودی استرینگه خروجی اینتجره، اینجا میگیره لنتش رو پس میده. اگه من بیام اینجا یه فانکشن دیگه تعریف بکنم و بگم که آقا ورودی این فانکشن اینتجره، یعنی معادل خروجی دومی است و خروجی این که لانگه، من میتونم بیام به راحتی بگم اینتجر فانکشن دات اند دن، یعنی هر وقت این کارش تموم شد برو استرینگ لانگ فانکشن را کال بکن. اگه این کار را بکنم یعنی عملا یه فانکشنی خواهم داشت که ورودیش استرینگه و خروجیش لانگه، و اگه من اینو کال بکنم میبینین که اول از همه میره سراغ این اولین فانکشن، بعد میره سراغ دومین فانکشن و خروجی اونها رو بهمون پس میده. این مفیده برای اونجایی که میخواین چندین فانکشن رو با هم دیگه پشت سر هم اجرا بکنید و ریوز بکنید حتی از فانکشن های موجود. قاعدتا من میتونستم اینو ساده ترم بنویسم، حالا من اینجا دو تا فانکشن گرفتم، میتونستم اینجا مستقیما لامدا بگیرم، برای سادگی سعی کردم که اونها رو جداگونه تعریف کنم. اما کمپوز چی؟ کمپوز یه جوری برعکس اند دنه. وقتی کمپوز میکنیم، اگه من بگم یه دونه رشته دارم که اینتجر برمیگردونه و بعد بگم که یک تاریخی دارم که اون هم استرینگ برمیگردونه، عملا برعکسش میشه، یعنی میگیم که ورودی ما دیته، خروجی ما اینتجره، یعنی این دوتا که با همدیگه ترکیب میشن همیشه از دومین فانکشن شروع میشه. پس وقتی از دومین فانکشن شروع میشه، همیشه فانکشن نهایی ما اولین ورودیش تاریخه که به اینتجر تبدیل میشه. اگه بخوام این یکی هم براتون مثالشو بنویسم، این شکلی میشه که اگه من فرض بکنید که یه همچین متدی دارم،
و اتفاقی که میفته اینه که وقتی من این را کمپوز میکنم، من الان یه دونه تاریخ دارم که رشته برمیگردونه. کارش چیه؟ رشته رو تبدیل به تاریخ میکنه. البته قطعا این به من الان خطا میده. من میتونم اینو get time بکنم و بعد بگم string dot value of، به طور مثال این time همون در واقع میلی ثانیه اون date، و وقتی این رشته برگشت، این رشته رو پاسش میدیم به این یکی و اون رو تبدیلش میکنیم به اینتجر که لنتش رو برمیگردنه. این اتفاق توسط کمپوز میفته. پس فرقشون این بود دیگه، توی کمپوز همیشه برعکس اند دن هست، در واقع اونی که ما میخواییم کمپوز کنیم با فانکشن ثانویه همیشه از ثانویه شروع میشه و به اولیه میره. به هر حال ممکنه یه جایی به درتون بخوره. Predicate همیشه گفتیم که کارش اینه که یه دونه در واقع اینتجر برم، یه دونه بولیان برمیگردنه. مثلا من میگم یه predicateی دارم که ورودی اینتجر میگیره و میگه که even یا مثلا odd یا زوجه یا فرد. اینجا ما میتونیم بگیم اینتجر رو بگیر و بگو آیا اینتجر در واقع مود دوش مساوی مساوی صفر هست یا نه. اینشون میده که آیا این عدد زوجی هست یا نه. خب من اگه اینو تست بگیرم به راحتی میتونم متوجه بشم دیگه. اگه الان 4 بهش بدم قاعدتا به من true رو برمیگردنه. اما اگر قبلش یه متدی مثل نگیت را کال بکنم، همیشه true رو تبدیل به false میکنه و فالز را تبدیل ترو میکنه. قاعدتا مشخصه دیگه، برعکس میکنه این در واقع پردیکیت ما رو. همچنین ما میتونیم به پردیکیتمون در واقع یه اندم اضافه بکنیم، یعنی بگیم که هم این پردیکیت رو اجرا کن هم این را، یعنی اگه جفتشون ترو بودند این اتفاق بیفته. مثلا میتونم بگم که آیا به علاوه این که زوج هست بر در واقع 5 هم بخش پذیر هست یا خیر. اگه اور بذارم که قاعدتا شرط بینشون رو حساب میکنه دیگه، یا این یا اون، واضحه فکر میکنم و مشخصه. یه دونه متد استاتیک ایز ایکوال هم داره که برای اون جایی که شما فقط میخواید یک مقداری یا با یه مقدار دیگه از لحاظ محتوا چک بکنید. مثلا من اینجا استرینگ میذارم و میگم که dot is equal مثلا جاوا و بعد تستش بکنم. is equal اینجا predicate، بذاری من اینو اینجوری بنویسم، خب حالا اگه من بگم predicate تست کن آیا این برابر جاوا هست یا نه، همون وقت دقیقا مقداری که اینجا گذاشتم و با این مقدار چک میکنه. اگه اینطوری باشه ترو برمیگردنه دیگه، همشه مساوی بودن رو چک میکنه. برای اون حالتیه که نیازی نباشه که برای تساوی بین دوتا شی مجبور باشید یا مساوی و ایکوال بودنشون همیشه بخواید بشین خودتون کدش رو بنویسید. میبینید که از دقیقا هم ایکوالز استفاده میکنه. خیلی عالی. بخش بعدی در مورد صحبتی که قبلا هم بهتون گفتم، کیا از فانکشن اینترفیس ها میخوان استفاده بکنن؟ دو تا گروه، یا شما میخواید یه API بنویسید، منظورم اینه که یه کلاسی بنویسید، یه سری سرویس و متد داخلش داشته باشه و نیاز داشته باشین که به عنوان ورودی از فانکشن اینترفیس ها استفاده بکنید، که خب اونجا شاید بشه گفت که اصلا درصد زیادی از استفاده معمولا توی همین جهته، یا اینکه شما استفاده کننده اون کتابخونه هستین، شما به هر حال بعد از این فانکشن اینترفیس ها سر در بیارید. و خب توی جاوای 8 هم موضوعیه که باید یادش بگیرید، چون خیلی به وفور استفاده میشه و میبینید جای جای API ها.